سلام، یحیی طباطبایی هستم و تو این قسمت میخوایم ببینیم که دانشمندان چجوری صدای یک سیاهچاله رو ضبط میکنن. تقریبا همزمان با انتشار اولین تصویر سیاهچاله مرکزی کهکشان راه شیری، توی خبر دیگه اولین صدای یک سیاهچاله ابرپرجم پخش شد. همونطور که میدونید صوت در واقع ارتعاش مولکول‌های هوا یا مولکول‌های یک ماده است و حتما باید ماده وجود داشته باشه تا صوت بتونه ایجاد و منتشر بشه. فضا هم که خلأه و صوت نمیتونه توش ایجاد و منتشر بشه. پس چجوری صدای یک سیاهچاله رو ضبط میکنن؟ و قبل از اون هم ناسا اصواتی از خورشید و سیارات و اجرام دیگه منتشر کرده بود. این صداها با دو روش مختلف تولید میشه. در مورد اون صداهایی که ناسا از سیارات و خورشید و اجرام دیگه پخش کرده بود، اونا در واقع صوت مکانیکی که گوش انسان مستقیم بتونه بشنوه نبودن. امواج الکترومغناطیس، یعنی امواجی که یا چشم انسان میتونه ببینه یا سنسورهای حساس به اون طول موج خاص میتونن دریافت بکنن، بودن که تبدیل شدن به امواج صوتی. مثل اینکه یه نفر با روشن خاموش کردن یه چراغ قوه برای شما یه پیغام بفرسته و شما با دیدن نورون چراغ قوه یه صدایی رو ایجاد بکنید و اون پیغام نوری رو تبدیل به پیغام صوتی بکنید. در تولید صداهای خورشید و سیارات و اینها هم از همین روش استفاده شده. ولی در مورد قضیه صدای سیاهچاله قضیه فرق میکنه. واقعا صوت واقعیه. خب چجوری همچین چیزی ممکنه؟ ببینید، درسته که فضا در مقیاس کوچیک خلأه و صوت نمیتونه توش منتقل بشه. ولی در مقیاس بزرگ، یعنی در مقیاس ابعاد خوشه‌های کهکشانی، این فضا پر شده از گازها و گرد و غبارهایی که فضای بین کهکشانی رو پر کردن و خود کهکشان‌ها که این فضا رو اشغال کردن. یه سیاهچاله ابرپرجم در مرکز خوشه کهکشانی برساوش در فاصله 250 میلیون کیلومتری از ما وجود داره که اطرافش رو گرد و غبار و گاز و تعداد زیادی از کهکشان‌ها پر کردن. ارتعاشات ناشی از فعالیت این سیاهچاله تو این گازها درست مثل امواج صوتی که توی هوا منتشر میشن تا میلیون‌ها سال نوری اطراف این سیاهچاله پخش میشن. البته این امواج مستقیما به زمین نرسیدن، بلکه توسط تلسکوپ امواج ایکس چاندرا در سال 2003 رصد شدن. در واقع بازم تصویر به صدا تبدیل شده، ولی این بار دیگه تصویر ارتعاشات مکانیکی واقعی در یک ماده بوده که به صدا تبدیل شده. البته تو این تبدیل مجبور بودن که فرکانس این ارتعاشات رو 200 کوادریلیون بار، یعنی 200 میلیون میلیارد بار افزایش بدن تا برای گوش انسان قابل شنیدن باشه. تصویر این امواج به صورت شعاعی تبدیل به صوت شده که این موضوع رو توی تصاویر منتشر شده هنگام پخش این صوت میتونید ببینید. این شما و این صدای یک سیاهچاله ابرپرجم.